به نام خدا، سلام. من سارا مقصودی هستم و با آموزش دیزاین سیستم ها در خدمت شما هستم. در فصل اول ما با هم یاد میگیریم که دیزاین سیستم ها چی هستن، چرا باید از اونها استفاده کنیم، تفاوت اونها با استایل گاید و چیزهای دیگه چیه و اینکه اجزا و اصل های اونها رو توی فصل بعدی یاد میگیریم و در پایان هم با دیزاین سیستم های معروف آشنا میشیم و یاد میگیریم با هم که چطور یک دیزاین سیستم رو مطالعه بکنیم و برای تیم و پروداکت خودمون بتونیم از دیزاین سیستم ها استفاده بکنیم و اونها رو طراحی بکنیم. توی این دوره هدف ما ساخت دیزاین سیستم ها نیست، بلکه آشنایی با دیزاین سیستم ها هست و اینکه ما چطور میتونیم از دیزاین سیستم های معروف کمک بگیریم که بتونیم محصولات بهتر با کیفیت تر و یک پارچه تری رو داشته باشیم. در ابتدای کار میخوایم ببینیم که اصلا دیزاین سیستم ها چی هست. در واقع دیزاین سیستم ها یا الگوهای طراحی یا سیستم های طراحی مجموعه ای از کامپوننت ها یا اجزا، الگوها، سبک ها و دستورالعمل ها هستند که توی یک محصول استفاده میشه. برای مثال توی گذشته سیستم های طراحی یا همون دیزاین سیستم ها استفاده نمی شدن و این باعث می شد که هم ناهماهنگی بین افراد تیم باشه و همین که محصول نهایی ما یک پارچگی نداشته باشه. در ادامه دقیق تر بررسی می کنیم. کاربرد دیزاین سیستم ها به صورت کلی دو تا کاربرد هست که اولین اونها ایجاد زبان مشترک بین اعضای تیم هست. در گذشته دیزاین سیستم ها وجود نداشت. چرا؟ چون تیم های خیلی کوچیکتری وجود داشتن، افراد زیادی توی تیم ها وجود نداشتن و خب به همون منوال افراد در واقع نظرهای کمتری هم داشت. برای مثال 3 یا 4 نفر توی یک تیم کار میکردن و خب هماهنگی بین 3 یا 4 نفر خیلی راحت تر هست تا زمانی که تیم ها بزرگتر شدن و شاید چند 10 نفر روی یک پروداکت کار میکردن و این باعث میشد که هر کدوم از این افراد سلیقه های شخصی خودشون رو داشته باشن و یک ناهماهنگی و در واقع بحثی بین اعضای تیم پیش بیاد. دیزاین سیستم ها به کمک ما اومدن تا ما بتونیم بین اعضای تیم یک پارچگی رو ایجاد بکنیم. توی دیزاین سیستم ها چیزهایی مثل دکمه ها، رنگ ها، سایز ها، لحن محتوا، لوگو ها و این چیزها وجود دارن تا اعضای تیم بتونن تعامل بهتری داشته باشن و در نهایت محصول هم کاربرپسندتر بشه. در واقع دیزاین سیستم ها باعث میشن که یک طراحی کم خطاتر به وجود بیاد. برای مثال اگر که ما یک لحن رو به اتفاق نظر تیم انتخاب بکنیم و در تمام محصولمون از اون لحن استفاده بکنیم، باعث میشه که در محتوایی که داریم لحن‌های متعددی وجود نداشته باشه. و اما کاربرد بعدی اون طراحی یک پارچه‌ای هست که ما میتونیم توی تیم داشته باشیم. برای مثال توی محصولات بزرگ هماهنگی بین طراحان خیلی سخت میشه، چون که تعداد صفحاتی که ما در واقع توی دیزاینمون داریم خیلی زیاد میشن و اینکه ما یک باتن یا دکمه رو توی صفحه اول یا توی صفحه صدام به صورت یکسان استفاده بکنیم خیلی سخت میشه. طراحی یک پارچه به این میگن که ما یک بار برای ابتدای کار یک طراحی رو انجام بدیم و بعد به مرور از اون طراحی توی تمام ابعاد و صفحات اون سایتی که داریم طراحی میکنیم یا اپلیکیشنی که داریم طراحی میکنیم استفاده بکنیم. برای مثال در گذشته یک اتفاقی که میافتاد این بود که اعضای تیم طراحی های یک پارچه‌ای نداشتن و این باعث می شد که توی تیم مثلا یک نفر یک دکمه رو طراحی بکنه با یک طول و یک عرضی و با یک رنگ و بعد یک نفر دیگه بیاد یک دکمه رو طراحی بکنه شاید یکم کوچیک‌تر یا بزرگتر یا با یکم اختلاف رنگ و در گذشته الزام خاصی دیده نمی‌شد که این یک پارچگی وجود داشته باشه، چرا که محصولات خیلی کم بودن و ارزش پیشنهادی نیاز نبود که داشته باشیم. برای مثال توی اپلیکیشن‌های بانکی زمانی که
همین که ما میخواستیم به بانک نریم و توی خونهمون یک کارت رو انجام بدیم، یک ارزش پیشنهادی بود و کاربر میومد از اپلیکیشن ما استفاده میکرد. اما امروزه به دلیل رقابتی که بین شرکت‌های مختلف وجود داره، خیلی اهمیت داره که ما بتونیم یک محصول بهینه رو به کاربر ارائه بدیم تا کاربر به جای استفاده از محصولات دیگه بیاد و محصولات ما رو استفاده بکنه. پس در دراز مدت اگر که دنبال این هستیم که یک محصول خوب داشته باشیم که کاربر پسند باشه و در واقع یک تیم با تعامل داشته باشیم، دیزاین سیستم ها خیلی به ما کمک میکنه. ساخت دیزاین سیستم ها یک سری مراحل دارن که ما توی این درس میتونیم با این مراحل آشنا بشیم. یک موضوعی که نیاز میدونم که قبل از ساخت دیزاین سیستم ها بهتون بگم این هستش که با چند تا کامپوننت دیزاین سیستم ها ساخته نمیشن. ما باید خط فکری کاربران رو بدونیم و بدونیم که کاربران ما از چه نوعی هستن، از چه جنسی هستن، از چه پلتفرم های استفاده میکنن و بعد بر اساس اون کاربرها دیزاین سیستم ها رو پیاده بکنیم. یک دیزاین سیستم دقیقاً مختص با هویت برند خود ما هست و ما نیاز داریم هر دیزاین سیستمی رو که میخوایم پیاده سازی بکنیم بر اساس هر برندی که داریم، هر هویتی که برند ما داره طراحی بکنیم. یک چیزی که خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم هویت برند خودمون رو حفظ بکنیم این هست که دیزاین سیستم های مختلف رو مطالعه بکنیم و بتونیم تمام اون اجزا رو برای تیم خودمون و برای محصول خودمون شخصی سازی بکنیم. برای ساخت دیزاین سیستم از مراحل زیر شروع کنیم. مورد اول تعریف هدف است. باید هدف دقیق و مشخصی برای دیزاین سیستم خودمون داشته باشیم. یعنی باید بدونیم که چه نیازهایی رو برای کاربران داریم برطرف می‌کنیم، چه ارزشی رو داریم خلق می‌کنیم و با تمام اینها و مطالعه این موارد ما میتونیم یک محصول کاربرپسندتر رو برای کاربرمون طراحی بکنیم. مثلا اگر که شرکت فروشگاهی داریم، ممکنه که هدفمون در واقع این باشه که یک خرید بهتر رو برای کاربرمون فراهم بکنیم یا یک خرید راحتتری رو برای کاربرمون ارائه بدیم که در واقع ما باید تمام پروسه‌ای که داریم طراحی می‌کنیم رو با این هدف بسنجیم و دائما یادمون باشه که هدف ما در ابتدا چی بوده و به این هدف پایبند باشه. مورد دوم تحقیق و تحلیل هست. برای ساختن یک دیزاین سیستم باید به کاربرانمون توجه بکنیم. باید بررسی بکنیم که توی بازار رقابت وجود داره و بر اساس رقابت‌هایی که وجود داره و نیاز کاربران بیایم محصول خودمون رو متمایز بکنیم. مورد سوم طراحی الگوهای UI و UX هست. برای ساختن دیزاین سیستم باید الگوهای UI UX خودمون رو طراحی بکنیم. برای مثال ما باید در ابتدای کار چیزهایی مثل رنگهای اولیه، رنگهای ثانویه و چیزهایی که مربوط به UX و تجربه کاربریمون میشن رو بدونیم، بشناسیم، انتخاب بکنیم و برای اون توی تیم خودمون تصمیم گیری بکنیم. طراحی کامپوننت های UI برای دیزاین سیستم باید کامپوننت های UI رو طراحی بکنیم تا بتونیم توی اپلیکیشن هامون و وبسایت هامون از اینها استفاده بکنیم. حالا کامپوننت ها یا اجزا چی هستن؟ در ادامه به صورت مفصل به اینها میپردازیم. اما برای اینکه به این بخش مسلط بشید، کامپوننت ها ترکیبی از قسمت های مختلف هستن. برای مثال اگر به این صفحه دقت بکنید، اینجا ما یک عکس داریم، یک متن داریم، اینجا یک باکس داریم که به تمام اینها ما میتونیم بگیم یک کامپوننت یا اجزا. مورد بعدی اعمال طرح ها و کامپوننت هاست. پس از طراحی الگوهای UI UX و در واقع طراحی کامپوننت های UI، ما باید مطمئن بشیم که کامپوننت های ما به درستی کار میکنن و اونها رو تست کنیم. و در پایان هم ما باید بازخورد داشته باشیم. بازخوردی که از کاربرانمون دریافت میکنیم، از تیم متخصص خودمون دریافت میکنیم و بعد ما میتونیم این تست ها رو با ابزارهایی که در آینده باشون آشنا میشیم هم تست بکنیم. در این آموزش یاد میگیریم که دیزاین سیستم چیه، چرا باید از اونها استفاده بکنیم و بعد هم با بهترین اونها آشنا میشیم.
چرا باید از دیزاین سیستم ها استفاده کرد؟ توی این درس قراره که با همدیگه یاد بگیریم که دلیل استفاده ما از دیزاین سیستم ها چی هست و دیزاین سیستم ها چه ارزشی رو به محصول ما میبخشن. مورد اول یک پارچگی هست. همونطور که گفتم قبلا محصولات کوچکتر بودن، تیم ها کوچکتر بودن و این کوچکتر بودن تیم ها و محصولات باعث می شدن که یک پارچگی بیشتری توی محصولات وجود داشته باشن. یک پارچگی به چه معناست؟ به این معناست که برای مثال الان اینجا یک باکس وجود داره که یک سایزی رو داره. یک رنگ آبی داره، این قسمت یک متن وجود داره که یک فونت داره که این فونت یک سایز داره و اینجا یک آیکونی هست و در واقع یک پارچگی توی این صفحه دیده میشه. حالا شما تصور کنید که اینجا رنگ آبی بود، اینجا مشکی بود، اینجا فونت تفاوت داشت، اینجا فلش وجود نداشت و در واقع یک فضای به هم ریخته و نامرتبی رو شما میدیدید. قطعا این موضوع باعث میشد که شما رغبت کمتری به دیدن این ویدیو داشته باشید و علاقه به استفاده از این اپلیکیشن یا پروداکت یا سایت رو نداشته باشید. پس ما نیاز هست که دیزاین سیستم ها رو داشته باشیم تا بتونیم یک پارچگی رو در تیم خودمون و در پروداکت خودمون و در محصول نهاییمون داشته باشیم. با استفاده از یک دیزاین سیستم تمام قسمت‌های یک پروژه به صورت یک پارچه طراحی میشه که باعث افزایش هماهنگی و کاهش تعداد خطاها میشه و این مورد توی توسعه اون هم کمک کننده است که در واقع من در ادامه به این میپردازم و میبینیم که چقدر کار برنامه نویس ها و طراحان سایت و دیزاین سیستم ها آسان تر میشه. مورد بعدی بهبود تجربه کاربران. همونطور که توی درس اول هم با هم یاد گرفتیم، در واقع در گذشته تجربه کاربری زیاد اهمیت خاصی نداشت و همین که یک پروداکتی وجود داشت که ما بتونیم از اون استفاده بکنیم برای ما خیلی ارزشمند بود. اما رفته رفته کاربران درک بیشتری پیدا کردن. ما قبلا چیزی به اسم دیزاین نداشتیم. ما قبلا چیزی به عنوان قوانین UI نداشتیم. ما قبلا چیزی به عنوان تجربه کاربر نداشتیم. اما امروزه تمام این موارد اهمیت زیادی دارن و در واقع کمک میکنن که محصول ما بهتر از محصولات رقبا بشن و در واقع یک ارزش پیشنهادی هست برای ما. دستورالعمل‌های دقیق و قابل فهم توی یک دیزاین سیستم به کاربر کمک میکنه تا UI پروژه رو به راحتی یاد بگیرن و خیلی هم دسترسی پذیری محصول رو افزایش میده. برای مثال زمانی که اینها این کادرها تماما یک رنگ و یک سایز هستن، شما میدونید که هیچ کدوم از این گزینه ها و موارد بر یکدیگر ارجحیت ندارن. اما اگر سایز اینها یک پارچه نباشه یا رنگ اونها یک پارچه نباشه، ناخودآگاه ذهن ما به سمت این میره که این موارد در یک جایگاه نیستن و این محصولات بزرگتر در محصولاتی که قرار توی اونها خرید اتفاق بیفته، قرار یک سری پروسه انجام بشه، خیلی کار کاربران رو راحت تر میکنه که ما یک دیزاین سیستم داشته باشیم و از اون استفاده کنیم. مورد بعدی افزایش سرعت توسعه هست. با استفاده از دیزاین سیستم توسعه دهنده ها میتونن با سرعت زیاد و کیفیت بالا پروژه رو توسعه بدن. حالا این توسعه گاهی وقتا فقط در زمینه UI هست که ما یک طراحی اولیه رو انجام میدیم و من قبول دارم که این طراحی اولیه قراره که زمان زیادی رو از ما بگیره، ولی فایده ای که برای ما داره و ارزش بخشی که برای ما میکنه این هست که ما یک بار قراره که با همدیگه فکر بکنیم، یعنی در واقع با تیم فکر بکنیم که برای قسمت های مختلف محصولمون نیاز به چه بخش هایی داریم و بعد از اون ما میایم دیزاین سیستممون رو طراحی میکنیم و موردی که اینجا به ما کمک میکنه اینه که دیگه ما هر چند صفحه‌ای که بخوایم قسمت‌های مختلفش رو طراحی بکنیم کاملا میتونیم از اون دیزاین سیستم فراخوانی بکنیم. یعنی من یک بار یک دکمه رو طراحی میکنم و بعد از اون فقط با یک کلیک از اون دکمه استفاده میکنم. این کار برنامه نویس ها رو هم خیلی راحت تر میکنه. در واقع برنامه نویس ها نیاز هست که برای مثال ارتفاع یا بلندی یک باکس رو بدونن، طول یک باکس رو بدونن
سایز فونت رو بدونن تا بتونن اینها رو پیاده سازی بکنن. اما زمانی که ما بیایم و بگیم که تمام باتن ها یا دکمه هایی که توی سایت وجود دارن با یک عرض و یک طول و یک سایه و تمام خصوصیات مشترک هستن، این باعث میشه که افراد بتونن توی تیم برنامه نویسی خیلی راحتتر و سریعتر کار رو جلو ببرن. کارایی در واقع برمیگرده به همون بهبود تجربه کاربر، باعث سهولت در استفاده میشه. یعنی اینکه ما میتونیم خیلی راحت از بخش‌های مختلف برنامه‌ها و وبسایتمون استفاده بکنیم. دیزاین سیستم‌ها کارایی بالاتری دارن چون یه طرح استاندارد دارن و برنامه‌ها سریع‌تر اجرا میشن و خیلی راحت‌تر توی تیم میتونیم یک صفحه UI رو طراحی بکنیم بدون اینکه سلیقه شخصی به وجود بیاد و توی تیم بحثی به وجود بیاد. آسانی درک و استفاده به معنی این هست که ما خیلی راحت میتونیم با یک طراحی استاندارد به کاربرا کمک بکنیم تا با قسمت‌های جدید سایتمون خیلی راحت‌تر آشنا بشن و بتونن از اونها به راحتی استفاده بکنن. صرفه‌جویی در زمان و هزینه به معنی این هست که ما میتونیم از دیزاین سیستم‌ها استفاده بکنیم تا طرح‌های جدید رو خیلی راحت‌تر و با زمان کمتر و هزینه کمتر توی تیم پیاده سازی بکنیم. سهولت توسعه و تغییر به معنی این هست که دیزاین سیستم ها به صورت استاندارد برای توسعه و تغییر کلا کم هزینه هستند. زیرا اگر که ما بخوایم یک بخش بزرگی از محصولمون رو تغییر بدیم، میتونیم با یک کلیک اینو انجام بدیم. برای مثال وقتی که من هر کدوم از این باکس ها رو که دارم با نشانگر موسم نشون میدم بخوام تغییر رنگ ایجاد کنم، من باید به صورت تک تک تمام اینها رو بخوام رنگش رو عوض بکنم. اما زمانی که من تمام اینها رو سلکت کرده باشم و فراخوانی اینها از دیزاین سیستم من باشه، من میتونم به راحتی این رنگ آبی رو از داخل اون دیزاین سیستم تغییر بدم و بعد برای تمام این 4 تا باکس اعمال بشه. و نگهداری و پشتیبانی آسان‌تر به این معنی که من میتونم با داشتن یه دیزاین سیستم به صورت استاندارد و خیلی راحت‌تر تمام موارد رو مراقبت بکنم. و مراقبت به چه معناه؟ برای مثال من زمانی که یک پروداکت بزرگ رو دارم، دائما میتونم مواظب این باشم که باتن من کوچیک نباشه، بزرگ نباشه، سایز استانداردی داشته باشه، رنگ استانداردی داشته باشه. و اگر که یک زمانی تیم تصمیم گرفت که بنابر دلایلی، بنابر حسایی که از کاربر میگیره، بنابر تجربه کاربر و نظر زینفعان، اگر خواست تغییر ایجاد بشه، خیلی راحت بتونه از اون فراخوانی که انجام شده استفاده بکنه و توی محصول پیاده سازی بکنه. تفاوت استایل گاید، دیزاین سیستم و پترن لایبرری. در واقع هر سه اینها به اضافه UI کیت ها و چیزهای دیگه که در ادامه بهشون میپردازیم یا ممکنه جاهای دیگه دیده باشید و به چشمتون خورده باشه، اینها اهداف یکسانی دارن. شاید از نظر ساختار مقداری متفاوت باشن، ولی از نظر کارکرد یک پارچه هستن، از نظر کارکرد مشترک هستن و یک هدف مشترکی رو دنبال میکنن. اصلی ترین هدف اونها یک پارچگی در محصولات هست. همه این مواردی که نام برده شد کمک میکنن که طراحی های یک پارچه تری رو داشته باشیم و بتونیم تجربه کاربری ثابتی رو به کاربر ارائه کنیم. یک مورد دیگه ای که از اهداف اینها هست کارآمدی بیشتر، چرا که اگر کانسیستنسی یا یک پارچگی در طراحی ما دیده بشه، خیلی کارآمدی و عملکرد پروداکت ما هم افزایش پیدا میکنه. و در نهایت یکی از مهمترین فواید دیگه ای که داره سرعت در دیزاینه، که اگر که ما بتونیم عادت کنیم که از اینها در طراحی هامون استفاده کنیم، خیلی میتونیم سرعت رو در دراز مدت افزایش بدیم و طراحی دوباره اجزا رو کاهش بدیم. استایل گاید یک داکیومنت یا سندیه
که میاد قوانین یک برند رو نام میبره و شامل یک سری بایدها و نبایدها هست و شامل اجزایی مثل تایپوگرافی و گرید هست و میاد به ما میگه که نحوه استفاده از یک المان در یک طراحی به چه صورت هست. دیزاین سیستم ها یک قسمت خیلی کلی تری هستن نسبت به تمام مواردی که نام برده شد. در واقع دیزاین سیستم ها مجموعه از قوانین و اصول هستند که شامل استایل گاید، پترن لایبرری، دستورالعمل هایی که میتونه وجود داشته باشه راجع به طراحیمون و راجع به محصولمون و در واقع یک سری ارزش ها و مفاهیم هستند و باعث میشن که ما در تمام تیم بتونیم یک زبان مشترکی رو ایجاد بکنیم. در واقع اگر ما به دیزاین سیستم یک شرکت نگاه بکنیم میتونیم تمام چیزهایی که طراحا در نظر داشتن رو ببینیم و در نهایت پترن لایبرری ها مجموعه از کامپوننت ها هستن که در واقع خیلی عضو کوچکی از همون دیزاین سیستم ها هستن. کامپوننت های سازمان یافته هستن، یعنی اجزای سازمان یافته هستن. استایل گاید یا راهنمای سبک یک سندیه که اون هم دوباره شامل یک سری بخش های مختلف مثل تصاویر، اصول برند، تایپوگرافی، رنگ و این چیزها میشه و نحوه استفاده اونها رو هم به ما میگه. ولی هیچ کدوم از اینهایی که نام بردیم، چه پترن لایبرری ها، چه راهنمای سبک یا استایل گاید ها، هیچ کدوم به پای دیزاین سیستم ها نمیرسن. دیزاین سیستم ها یک نمونه و یک گونه رشد یافته از تمام اینها هستن. و کیت های رابطه کاربری یا یو آی کیت ها، اجزای یو آی کیت ها به ما میگن که چطور باید از اونها استفاده بکنیم و میگن که چطور ما میتونیم اونها رو استفاده بکنیم، یعنی اینکه هم اینکه خودشون چه عمل کردی دارن و همین که ما چطور میتونیم ازشون استفاده بکنیم و شامل چیزهایی مثل فرم ها، منو ها و چیزهای دیگه میشه. و نتیجه گیری سیستم های طراحی یا همون دیزاین سیستم ها به ما کمک میکنن که یک محصول کارآمدتری رو داشته باشیم و کارکرد اون محصول رو افزایش میدن و در نهایت تضمین میکنن که افزایش سرعت داشته باشه استفاده از اینها. و هر محصولی که ما داریم و شامل هر اجزایی که باشه و ما بدونیم که این محصولات مقیاس پذیر هستن، یعنی دائما در حال تکرار هستن و دائما در حال گسترش هستن، یک دیزاین سیستم و تمام چیزهایی که نام بردیم به ما کمک میکنه که به آرامش برسیم و بدونیم که میتونیم در تمام روند طراحیمون از این دیزاین سیستم ها و قوانین و مقرراتی که وضع کردیم استفاده بکنیم و از بزرگ شدن محصولاتمون نترسیم و بدونیم که هر چقدر هم که محصول ما بخواد بزرگ بشه، باز هم ما توانایی کنترلش رو داریم و توانایی این رو داریم که یک تجربه کاربری خوب و ثابت رو در اختیار کاربرانمون قرار بدیم. همونطور که توی درس قبلی آشنا شدیم، میدونیم که یو آی کیت ها، پترن لایبرری ها و چیزهای دیگه که نام بردیم و معرفیشون کردیم در واقع بخش های کوچیکی از دیزاین سیستم ها هستن. دیزاین سیستم ها یک مجموعه کلیتر و کاملتر هستند که میتونن در برگیرنده تمام پروداکت ما باشن. برای مثال یو آی کیت ها شاید صرفاً از جنبه ظاهری یا مثلا پترن لایبرری ها بتونن از جنبه های دیگه یک داکیومنت رو در اختیار ما قرار بدن، ولی دیزاین سیستم ها میتونن در برگیرنده تمام قسمت های مختلف محصول ما باشن و به ما کمک میکنن که یک پارچگی رو بتونیم در تمام ابعاد محصولمون پیاده سازی بکنیم. دیزاین سیستم ها شامل بخش های مختلفی هستند که ما میتونیم اونها رو با توجه به برند خودمون و محصول خودمون کاستوم یا شخصی سازی بکنیم. کاستوم کردن دیزاین سیستم به چه معناه؟ یعنی اینکه ما بیایم با توجه به چگونگی محصولمون و سایز محصولمون اون بخش هایی که نیاز داریم بهش رو جدا سازی بکنیم و در ابتدای کارمون بسازیم. برای مثال ممکنه که پروداکتی که من در حال طراحیش هستم محتوای تصویری نداشته باشه. پس دیگه بخش محتوای تصویری رو توی ساخت دیزاین سیستم خودم نمیارم. میریم که بررسی بکنیم که دیزاین سیستم ها شامل چه بخش هایی هستن و چطور میتونیم ازشون استفاده بکنیم. بخش اول محتواها.
تمام محتواهای صوتی، تصویری و متنی که روی سایت ما قرار میگیرن در واقع شامل یک سری قوانین هستن. ما نمیایم تمام محتواهایی که داریم رو توی دیزاین سیستممون پیاده سازی بکنیم. ما میایم قوانینی که برای تولید اون محتواها نیاز هست رو توی دیزاین سیستممون قرار میدیم که اگر یک زمانی افراد توی تیم خواستن عوض بشن، بتونن از دیزاین سیستم بررسی بکنن و ببینن که مثلا لحن محتوای ما چطور بود. مورد بعدی تجربه کاربری هست. ما در واقع اون تجربه کاربری رو اون چیزی میدونیم که داکیومنت شده و در دسترس تیم قرار گرفت. برای مثال ما یک طراحی رو انجام دادیم، یک یو آی رو برای خودمون انجام دادیم و بعد زمانی که پیاده سازیش کردیم دیدیم که جواب خوبی نگرفتیم. وقتی که ما جواب خوبی از این نمیگیریم، میایم تجربه‌ای که داشتیم از اون طراحی یو آی رو توی یک سند یا داکیومنت قرار میدیم تا افراد بعدی که توی تیم ما میان هم متوجه باشن که ما یک بار یک آزمون و خطا رو انجام دادیم. طراحی هم یک بخشی است که توی دیزاین سیستم ها وجود دارن و میتونن مختص تمام قسمت ها باشن. منظور از طراحی همون یو آی هست که در ادامه بیشتر بهش میپردازیم. کامپوننت ها و المان های مرتبط کاربری میگن که ما اون بخش ها و کامپوننت هایی که لازم دونستیم که توی بخش های مختلف وجود داشته باشن رو اول بیایم طراحی بکنیم. یک کامپوننت مثلا میتونه اون باکسی باشه که تاریخ تولد افراد رو دریافت میکنه یا باکسی باشه که کد تخفیف رو دریافت میکنه. به اینها کامپوننت ها میگیم و حتی میتونه شامل کدهایی که ما داشتیم هم بشه که به صورت داکیومنت در میاد و در اختیار تیم قرار میگیره. توی بخش محتوا ما میایم از نامگذاری ها و قوانینی که برای اونها داریم یاد میکنیم. صدا و لحن محتوا قوانینی هست که ما برای فایل های صوتی که قرار روی سایتمون وجود داشته باشن استفاده میکنیم. و لحن محتوا هم میتونه حتی لحن متنی ما هم باشه. برای مثال لحن صمیمانه ممکنه داشته باشیم، ممکنه که لحن خیلی جدی داشته باشیم. برای مثال وقتی که ما توی سایت سازمان سنجش میریم، لحن محتوا کاملا رسمی هست. ولی خب ممکنه توی خیلی از سایت هایی که میریم که محتوای اونها شاید خیلی رسمی نباشن و مربوط به دانشگاه ها یا ادارات نباشن، ممکنه که لحن خیلی دوستانه و نرمی داشته باشه. پس بسته به هویت برندی که داریم، ما تصمیم میگیریم که صدا و لحن محتوامون به چه شکل باشه. برای اینکه یک پارچگی بتونه در تمام ابعاد سایت ما و محصول ما پیاده بشه، نیاز هست که ما راجع به صدا و لحن محتوا در ابتدای کار با تیم مشورت بکنیم و با توجه به هویت برندمون اون رو مشخص بکنیم. خطاها و اعتبار سنجی ها هم به معنی این هستن که ما وقتی که آزمون و خطاهایی رو انجام میدیم، یک سری کارهایی رو دوست داریم که انجام بشن مجددن و یک سری چیزهایی که ما ازشون نتیجه مثبتی نگرفتیم دوست داریم که انجام نشن. پس میایم خطاها و اعتبار سنجی ها رو وارد اون داکیومنتمون میکنیم. که این خطاها به معنی این هست که ما برای مثال با فرمت don't میایم مینویسیم که این کارها نباید انجام بشن و با فرمت do میایم اینها رو مینویسیم که این کارها باید انجام بشن. بخش تجربه کاربری هم برمیگرده به استانداردهایی که کاربردپذیری و دسترسی پذیری رو برای اونها در نظر گرفته. دسترسی پذیری و کاربردپذیری جزو درسهایی از این آموزش هستند که جلوتر بهشون میپردازه. ولی خب در کل یک توضیح کلی اگر بخوام بدم، تجربه کاربری که کاربران ما در استفاده از محصولمون داشتن رو هم میتونیم داکیومنت بکنیم و توی اون دیزاین سیستممون قرار بدیم. در بخش طراحی و بخش هایی که تقریباً 100% برمیگردن به بخش یو آی، ما بخش تایپوگرافی ها رو داریم. تایپوگرافی شاید شما فکر کنید که صرفاً به معنی فونت هست و اینکه از چه فونتی استفاده بکنیم، ولی در ادامه به اون میپردازیم که تایپوگرافی ها خیلی مقوله بزرگی هستن و خیلی نیازه که ما از اونها استفاده بکنیم. تایپوگرافی ها در واقع میتونن شامل فواصل متنی باشن، فونتی که داریم ازش استفاده میکنیم و قواعد و قوانینی که باعث میشن خوانایی اون متنی که ما داریم قرار میدیم خیلی بیشتر باشه. در ادامه ما یک درس جداگانه برای تایپوگرافی ها داریم که میتونیم اون رو کاملا معرفی بکنیم.
بخش رنگ ها و روانشناسی رنگ ها یکی از مهمترین بخش های طراحی هست که ما در ابتدای کار میایم رنگ های پرایمری و رنگ های سکندری خودمون، یعنی در واقع رنگ های اولیه و رنگ های ثانویه خودمون رو انتخاب میکنیم و به اونها در فرایند یو آی و طراحی خودمون پایبند میمونیم. بخش آیکون ها هم قسمتی هست که ما در ادامه بهش میپردازیم. ما آیکون های پر و خالی رو داریم، آیکون های رنگی رو داریم که در واقع جاهای مختلفی ازشون استفاده میکنیم. بخش تصویرسازی ها و قوانین کپی رایت هم چیزهایی هست که ما باید بهش پایبند باشیم. بخش گرید ها که کمک کننده ما هستن برای طراحی های رسپانسیو، اونها هم ما کاملا در ابتدای طراحیمون بهشون میپردازیم و بعد از همون فواصل و گیردبندی ها توی طراحیمون استفاده میکنیم. بخش فواصل، صداها، موشن ها که در واقع همون چیزهایی هستن که ما ازشون استفاده میکنیم که طراحی بصری زیباتری داشته باشیم، تمام اینها توی قسمت های جلوتر توضیح داده میشن و صرفا توی این درس میخوایم بگیم که دیزاین سیستم میتونه شامل چه بخش هایی بشه. و در نهایت تصویرسازی داده ها و چارت ها که ما میایم چارت ها و نتایجی که گرفتیم رو توی دیزاین سیستممون قرار میدیم. در کامپوننت ها که خودشون شامل اجزای مختلفی هست، ما میایم ساختار و طرح‌بندی ها و در واقع نحوه قرارگیری المان ها رو هم پیاده سازی میکنیم. نویگیشن ها که در واقع همون منوهایی هستن که توی تلفن همراه قسمت پایین قرار میگیرن، ما حتی اونها رو هم در ابتدای کار طراحی میکنیم و بعد در پروسه طراحیمون از اونها استفاده میکنیم. نوع فرم ها، تعداد فیلد هایی که دارن و تمام قسمت هایی که نیاز هست فرم های مختلف دریافت بشن. بخش فرم ها در واقع شامل قسمت هایی از سایتمون هست که فرم هایی هستن که یک سری داده رو از کاربران میگیرن و ما این فرم ها رو در ابتدای کار طراحی میکنیم که بگیم از چه باتن هایی داخلش استفاده میشه، چه اطلاعاتی رو قراره بگیره و بعد به صورت داینامیک اونها رو طراحی میکنیم و استفاده میکنیم. لیست ها و جداول، عناوین و متون و تصاویر و آیکون ها هم چیزهایی هستند که توی بخش دیزاین سیستم های خودمون میتونیم شخصی سازی بکنیم و قرارشون بدیم. اصل های دیزاین سیستم. در واقع دیزاین سیستم ها یک سری اسناد گرافیکی نیستن. دیزاین سیستم ها یک سری اصول و قواعد دارن که نیازه که ما در طراحی اونها و طراحی یو آیمون از اینها پیروی بکنیم. اصل های دیزاین سیستم چیزایی هستن که نیاز هست ما به اونها پایبند باشیم و خیلی خیلی اهمیت داره که ما این اصل ها رو در ابتدای کار رعایت بکنیم و در حین کار هم همیشه به فکر این باشیم که این اصلها رو در نظر داشته باشیم و همیشه این اصلها باید در بخشی از ذهن ما قرار بگیرن که ما همیشه با به یاد داشتن این اصول طراحیامون رو پیاده بکنیم. توجه به جزئیات و کلیات به معنی اینه که ما توی دیزاین سیستم ها نیاز هست که هم به جزئیات و هم به کلیات دقت لازم رو داشته باشیم. هم جزئیات و هم کلیات توی دیزاین سیستم ها حائز اهمیت هست. چرا که ما زمانی که دیزاین سیستم رو طراحی میکنیم نیاز هست که تمام مدت برای طراحی یو آی خودمون برگردیم و به دیزاین سیستممون نگاه بکنیم. پس خیلی مهمه که اون بیس و پایه‌ای که ما داریم طراحی رو از اون فراخوانی میکنیم حتما و قطعا درست طراحی شده باشه و با در نظر گرفتن موفقیت محصولمون اونها رو پیاده سازی کرده باشیم. توجه همزمان به کاربرد و زیبایی، یعنی اینکه ما در واقع با توجه به اون اصول و قواعدی که تیممون داره بتونیم هم به زیبایی ظاهری و هم به استفاده و قابل استفاده بودن اون محصولات دقت بکنیم. یعنی علاوه بر اینکه اون محصولی که ما داریم طراحی می‌کنیم باید کاربردپذیری خوبی داشته باشه، باید زیبایی بصری خودش رو هم حفظ کرده باشه. این یک فرق باریکی بین حفظ ظاهر دیزاینمون و حفظ کاربردپذیری دیزاینمون هست.
توجه به هویت برند که توی درس قبلی هم به اون پرداختیم به معنای اون هست که ما با توجه به هویتی که برندمون داره، یعنی در واقع با توجه به اون پروداکتی که داریم، با توجه به اون بایدها و نبایدهایی که محصولمون داره، با توجه به کاربردی که محصولمون داره، بتونیم کاملا محصول خودمون رو درک بکنیم و ببینیم که اون محصولی که داریم براش طراحی انجام میدیم چه نوع محصولی هست. یه محصولی هست که با کاربر داره یک فضای دوستانه ای رو ایجاد میکنه، یک محصولی هست که در واقع خیلی فضای رسمی و قانونی داره، و هر لحن و هر مدل دیگه ای که ممکنه که هویت برندتون داشته باشه باید بهش دقت بکنید و هیچ جایی از طراحیتون نباید به حالتی باشه که به این قسمت توجه نشه و یک عدم یک پارچگی به وجود بیاد. چرا که خیلی حائز اهمیته که شما اگر در قسمتی از پروداکتتون دارید با لحن دوستانه و محاوره جلو میرید، توی قسمت دیگه کاملا رسمی نشه. چرا که شما مشتری های هدف خودتون رو دارید و نیاز هست با توجه به اون مشتری های هدف تمام پروسه دیزاین رو انجام داده باشید. و در نهایت انسان محور بودن یا هیومن سنترد بودن. انسان محور بودن به معنی این هست که ما در تمام پروداکت خودمون بیایم و کاربر رو در مرکز قرار بدیم و تمام قوانین، قواعد و تصمیم گیری هایی که داریم انجام میدیم رو با توجه به بهبود تجربه کاربرمون بچینیم. یعنی اینکه ما هر تصمیم گیری که میخوایم انجام بدیم بسنجیم که آیا این کار به نفع کاربران ما هست یا نه. البته این رو توی پرانتز بگم که ما انسان محور بودن رو تا جایی جلو میریم و تا جایی در نظر میگیریم که به هویت برندمون و در واقع به موفقیت پروداکتمون لطمه وارد نشه. گاهی وقتا ممکنه که توی پروسه‌ای که داریم دیزاین انجام میدیم هیومن سنترد بودن کمی اولویت کمتری از این داشته باشه که ما بخوایم موفقیت محصول خودمون رو در نظر نگیریم. بخشی از اصول دیزاین سیستم توجه به درک دیزاین سیستم توسط اعضای تیمه. یعنی اینکه ما وقتی که قراره یک سری قواعد و قوانین رو توی تیم پیاده سازی بکنیم و تمام افراد تیم قراره که از این قوانین پیروی بکنن، نیاز هست که حتماً و قطعاً تمام افراد تیم این قوانین رو پذیرفته باشن. چرا که اگر این قوانین رو نپذیرفته باشن، در انجام اونها ممکنه که حس و حال درستی نداشته باشن، ممکنه که مخالفت‌های منتالی و ذهنی داشته باشن و خیلی مهمه که زمانی که دیزاین سیستم ها قرار طراحی بشن تمام اعضای تیم مشارکت داشته باشن و از تجارب تمام اعضای تیم استفاده بشه و همچنین به نظر تمام افراد تیم احترام گذاشته بشه. چرا که اگر اعضای تیم با هم موافق باشن و همگی با هم با تعامل با یکدیگر این اصول دیزاین سیستم رو پیاده سازی کرده باشن، خیلی به موفقیت محصول نهایی ما کمک میکنه. شفافیت در طراحی به معنی اینه که ما علارغم این که باید تمام بخش‌های مورد نیاز سایتمون رو قرار میدیم، این رو هم در نظر بگیریم که باید شفافیت وجود داشته باشه. هر جایی از محصول ما که نتونه استفاده بشه توسط کاربر تقصیر ماست. یعنی اینکه اگر کاربران ما با هر توانایی که دارن، با هر سطح علمی که دارن، با هر سن و سالی که هستن نتونن از محصول ما استفاده بکنن، این تقصیر ماست. پس ما باید در طراحی خودمون شفافیت داشته باشیم و این شفافیت باید برای تمام افراد قابل درک باشه. برای مثال آیکون هوم یا همون آیکون خانه که به شکل خونه هست، چیزیه که توی تمام جهان پذیرفته شده و اگر ما توی طراحیمون بیایم برای اون آیکون هوم یک چیز دیگه ای رو قرار بدیم، این مسلماً و قطعاً چیزی هست که شفافیت رو در طراحی ما کم میکنه و باعث میشه که کاربران ما گیج بشن. پس نیازه که از قوانین و قواعدی که از گذشته وجود داشتن استفاده بکنیم که چیزهایی که در ذهن کاربران ما شکل گرفتن در گذشته رو بتونیم ازشون استفاده بکنیم و این شفافیت رو برای استفاده کاربرانمون بالا ببریم.
و در نهایت باید به اهداف و ارزش‌های محصولمون پایبند باشیم. یعنی اینکه هر قانون و قاعده‌ای که ما داریم اون رو توی تیم میاریم و توی دیزاین سیستممون از اون یاد می‌کنیم با توجه به اهداف پروداکت و محصول ما باشه. یعنی ما باید این اهداف رو دائما جلوی چشم خودمون داشته باشیم. برای مثال توی تیم میتونیم اون اهداف و ارزش‌های خودمون رو روی یک تخته بنویسیم و دائما افراد تیم این ارزش‌ها و اهداف رو ببینن که هیچ زمانی افراد تیم فراموش نکنن که برای چه اهدافی دارن کار میکنن و ارزش‌هایی که محصول اونها داره چیه هست. اتمیک دیزاین. اتمیک دیزاین پیش زمینه به وجود اومدن دیزاین سیستم ها. همینطور که توی درس‌های قبلی هم بهش اشاره شد، ما در گذشته دیزاین سیستم ها رو نداشتیم. ولی رفته رفته با توجه به افزایش صفحاتی که ما در یو آیمون داشتیم، افزایش محصولات، اون رقابتی که بین اون شرکت ها وجود داشت و تمام این موارد، دیزاین سیستم ها کم کم به وجود اومدن. نقطه شروع دیزاین سیستم ها وجود و کشف اتمیک دیزاین. اتمیک دیزاین چیزی بود که توسط براد فراس سال 2014 ارائه شد و در واقع دیدی رو داشت که این رو نشون میداد که تمام صفحاتی که ما داریم در واقع یک صفحه یا پیج نیستن. این صفحات شامل باکس ها، متون و بخش های مختلف هست. یعنی اومد گفت که ما در واقع یک صفحه کلی نداریم. ما یک مستطیل داریم، ما یک مربع داریم و در نهایت به همه اینها گفت یک اتم. برای مثال من اگر بخوام همین صفحه که شما دارید میبینید رو بگم، نمیتونم بگم این یک صفحه هست. من در واقع میتونم بیان بگم که اینجا یک عکس وجود داره، اینجا یک باکس وجود داره، اینجا یک سری متن وجود داره، اینجا یک تایتل وجود داره و بیام این رو به اتم‌های مختلف تقسیم بکنم. از سال 2014 استارت استفاده از دیزاین سیستما خورد و باعث شد که ما بتونیم خیلی راحت‌تر طراحی‌های خودمون رو انجام بدیم. اتمیک دیزاین مدل طراحیه که میگه تمام بخش های بزرگی که ما طراحی می کنیم از بخش های کوچیک کوچیک تشکیل شدن. اگر که شیمی بلد باشید می دونی که جدول تناوبی هم همین شکل. یعنی ما تمام بخش ها و چیزها و تمام اجزای زمین، آسمان و تمام چیزهایی که توی دنیا موجود هست رو می تونیم از عناصر کوچک بدونیم. که دقیقا اومد دیزاین ما رو به جدول تناوبی تشبیه کرد و گفت که ما اتم ها، مولکول ها، ارگانیسم ها، تمپلیت ها و در نهایت پیج ها رو داریم. قبل از اون ما همیشه می گفتیم که ما پیج ها رو داریم، ما صفحات رو داریم. ولی در واقع اینطور نبود. ما اتم هایی رو داریم که کنار هم قرار می گیرن و از کنار هم قرار گرفتن اونها مولکول ها به وجود میاد. ما مولکول هایی رو داریم که از کنار هم قرار گرفتن اونها ارگانیسم ها به وجود میاد. ما ارگانیسم هایی رو داریم که از کنار هم قرار گرفتن اونها تمپلیت ها ساخته میشن. و در نهایت از ترکیب تمام اینها پیج ها یا صفحات ما شکل گرفته میشن. ما الان هم کاری که انجام میدیم اینه که میایم تمام اتم ها که میتونه شامل تصویرهای ما، فوندهای ما، تایپوگرافی ما و سایزهایی که از اونها استفاده میکنیم رو میایم طراحی میکنیم و اسم اون رو میذاریم دیزاین سیستم. این فایده‌ای که برای ما داشت این بود که تمرکز خودمون رو میومدیم میذاشتیم روی طراحی اتم ها و باعث میشد که در نهایت بتونیم طراحی یک پارچه تری رو برای خودمون رقم بزنیم. اجزای اتمیک دیزاین در وهله اول شامل اتم هستن، بعد از اون تبدیل به مولکول میشن و بعد ارگانیسم و در آخر تمپلیت و پیج. هدف اتمیک دیزاین چی بود؟ هدف از طراحی اتمیک دیزاین در واقع این بود که با ایجاد این قطعات کوچیک ما بتونیم سرعت و کیفیت رو افزایش بدیم. یعنی اینکه ما تونستیم با طراحی بخش‌های کوچیک که توی قسمت قبلی بهشون میگفتیم اتم ها رو مجددا تکرار بکنیم که بشن مولکول.
که بعد این مولکول ها رو تکرار بکنیم و بشن ارگانیسم. قبلا توی طراحی های خودمون ما میومدیم یک صفحه رو طراحی میکردیم و بعد صفحه بعدی که میخواستیم طراحی بکنیم دوباره نیاز بود از اول اون رو طراحی بکنیم. ولی الان ما در ابتدا یک سری اتم رو میسازیم که این اتم ها میتونن شامل مثلا دکمه های سایتمون باشه و هر بار که خواستیم این دکمه ها رو توی طرحمون استفاده بکنیم از اون بخش دیزاین سیستم خودمون فراخوانی میکنیم. پس سرعت طراحی ما رو افزایش دادن و در نهایت هم باعث افزایش کیفیت طراحی ما شدن و باعث شدن که ما طراحی های یک پارچه تر، منظم تر، دقیق تر و کاربرپسندتری داشته باشیم.